هر کدوم یه اسمی داره، یه چند تا برنامه است. من میخوام فقط برنامه قبلیتون یه تسلیحاتی روش انجام بدید. مثلا توی برنامه ATM نه تنها اون مواردی که گفتم رو تسلیم میکنید، یا نمیخواید یه اینام هم بگیریم داخل دبیت کارت. این اینام اسمش از دبیت کارت تایپ مثلا یا کارت تایپ که سه نوع داره: دبیت، کردیت، گیفت. اسم برنامه هست، اسم کلاس هست، هم میتونی دیگر اسم دبیت کارت برداریم و دبیت کارت چون دیگه ممکن نوع داشته باشه. یعنی اون کلاس داخل خودش تایپ هم بعد بگیره که توی یه اینام جداگانه تعریف شده به نام مثلا کارت تایپ که داخلش این سه تا هست و بعد مقدار دیگه اول کنید همینه اینام میخوام بفرست. بعدش کدی بنویسید که یک عدد دریافت میکنه، با اسکنر زوجی یا فرد بودنش رو تشخیص میده. این سومیه را ساده است ولی میخوام بعدش یک کار دیگه هم بکنید. کدی بنویسید که یک عدد دریافت میکنه مثلا 5 یا 7 و یک شکلی شبیه به اینا رسم میکنه، یعنی وسطش 7 تا ستاره، قبلیش مثلا 2 تا کمتر، 2 تا کمتر و تا دیگه، یه حالته مثلا فلش. اما میخوام آخرین برنامه‌ای که نوشتین خروجی جر فایل بگیرید، جر فایلی که بعدا بتونیم توی کامن پرامپت اجراش بدیم. میخوام توی اون مطلبم یه مروری بکنید حتما. همین سخاست. سوال دومی را که حل نکردی اشکال نداره. سه تا مجزاست، بکن سه تا برنامه مجزاست، اون که رو همون ATM قبلی هست. نه نه میتونی پرینت استاک پرینت لاین کنید، مسئله نداره. اولیه یه دونه خط خالی اینجا نه نه اینا الکیه، من همینه فقط چاپ بکنه همین سه تا. من مثلا میگه که اینترور نام شما میزنید 5، بعدش میبینید که اینجوری چاپش میکنید 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. آره آره دقیقا شبیه به این حالت. این با حلقه ها کار میشه دیگه قاعدتا. عددش هم فرد باشه، اگه فرد نبود مثلا بهش پیغام بده که آقا دوباره یه عدد فرد داریم. توی بی وای هی سوال ها ازش تکرار بکنیم. برنامه‌تون ترمینیشن نداشته باشه، پایان نداشته باشه، هی بیاد از اول دوباره بگه یه عدد دیگه بده، عدد جدید وارد بکنه. خب